سرخط خبرها. قطعنامه پارلمان اروپا علیه نقض حقوق بشر در ایران. نمایندگان خواهان تحقیقات مستقل درباره کشتار معترضان شدند. استیضاح رئیس جمهوری آمریکا در مجلس نمایندگان. ترامپ میگوید در سنا تبرئه خواهد شد. ما کار خلافی نکردیم، دست به خلافی نزدیم. از حمایت عظیمی هم در حزب جمهوری‌خواه برخورداریم که هرگز در گذشته نداشتیم. کسی تا به حال از یک چنین حمایتی برخوردار نبوده. یک هفته بعد از پیروزی بزرگ محافظه‌کاران در انتخابات بریتانیا، ملکه مجلس جدید را افتتاح کرد. و تشویق مهاجرت معکوس به سوریه، دانمارک به سوریه‌هایی که برگردند هزاران دلار کمک می‌کند. سلام به این بخش خبر، خوش آمدید. پارلمان اروپا در قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران به خصوص در جریان اعتراضات آبان ماه را محکوم کرد. این قطعنامه که با اکثریت قاطع تصویب شد، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف درباره وقایع اخیر ایران است. شمار قربانیان در این اعتراضات به طور رسمی اعلام نشده، اما سازمان عفو بین الملل میگوید بیش از 300 نفر کشته شدند. دیشب مجمع عمومی سازمان ملل هم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. باران عباسی گزارش می‌دهد. And it is adopted. محکومیت مقام‌های ایرانی در پارلمان اروپا به دلیل سرکوب اعتراضات آبان ماه. قطعنامه‌ای که با اکثریت قاطع تصویب شد. داره تفنگ گرفته رو ملت داره میزنه. چند هفته بعد از اعتراضاتی که به گفته عفو بین الملل بیش از 300 کشته به جا گذاشت. مامورین انتظامی با سپاه ساعت 2:30 شب دارن تیراندازی میکنن و گازاشگاور میزنن. قطعنامه پارلمان اروپا میگوید نیروهای امنیتی به روی معترضان غیر مسلح که هیچ تهدیدی محسوب نمی‌شدند تیراندازی کردند. این قطعنامه همچنین به قطع اینترنت در جریان اعتراضات اشاره می‌کند و میگوید هدف از این اقدام جلوگیری از ارسال اطلاعات درباره سرکوب خونین معترضان بوده. نمایندگان پارلمان اروپا پیش از رأی گیری خواستار اقدام جدی نهادهای بین المللی درباره وضعیت ایران شدند. در چنین شرایطی ما باید اعتراضمان را نشان دهیم. خوشحالم که با وجود اختلافات سیاسی نمایندگان اتحادیه اروپا توانستند قطعنامه مشترکی آماده کنند که رژیم ایران را برای این کشتار محکوم می‌کند. از سازمان ملل می‌خواهد به طور مستقل در این مورد تحقیق کند. رژیم ایران را موظف می‌کند که آمار دقیقی از شمار قربانیان منتشر کند. خواستار مجازات مسئولان این سرکوب می‌شود. ما خواستار تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر هستیم. بگذارید خانواده‌های مسئولان ایرانی بدانند که درهای اروپا به روی آنها بسته است. دیشب هم رأی‌گیری دیگری درباره وضعیت حقوق بشر ایران انجام شد. در مجمع عمومی سازمان ملل 81 کشور از جمله کانادا که پیشنویس قطعنامه را تهیه کرده بود رأی مثبت دادند و 30 کشور از جمله روسیه، چین و سوریه رأی منفی. قطعنامه‌ای که بر اساس دو گزارش از جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تهیه شده بود. نماینده ایران گفت حامیان این قطعنامه تنها اهداف سیاسی دارند و نگران وضعیت حقوق بشر در ایران نیستند. مسئله حقوق بشر فصل دیگری است از برنامه خصمانه اعمال فشار حداکثری علیه ایرانیان که رمزی برای تغییر رژیم است. جمهوری اسلامی ایران بدون شک به قوانین بین المللی معتقد است، اما عقیده دارد این قطعنامه به چشمانداز حفاظت و بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران آسیب می‌زند و تنها در راستای اهداف سیاسی گروهی کوچک است. قطعنامه سازمان ملل نسبت به بازداشت‌های خودسرانه، شرایط زندان‌ها، تبعیض علیه زنان و تداوم آزارهای سازمان یافته علیه اقلیت‌های مذهبی در ایران ابراز نگرانی عمیق می‌کند.
و از ایران می‌خواهد که به همه اشکال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی پایان دهد، فعالان زندانی حقوق زنان را آزاد کند، قوانین تبعیض آمیز علیه زنان را لغو کند، شرایط زندان‌ها را بهتر کند و همه شهروندانی که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان زندانی شدند را آزاد کند. این اولین بار نیست که ایران در مجامع بین المللی به نقض آشکار حقوق شهروندانش متهم می شود. اما تجربه 14 دهه اخیر نشان می دهد این محکومیت ها تغییر چشمگیری در رفتار حکومت ایران نداشته. مخصوصا در دورانی که روابط سیاسی حکومت ایران با کشورهای غربی پرتنش بوده. باران عباسی، بی بی سی. قرار حدود یک ساعت دیگر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم در نشست ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کند. ما سخنرانی او رو به صورت زنده اینجا در بی‌بی‌سی فارسی پوشش خواهیم داد. از عبدالکریم لاهیجی رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر درباره اهمیت قطعنامه دیشب پرسیدم. نخست باید خدمتتون عرض کنم که این طرح این قطعنامه و تصویبش در کمیته سوم پیش از فجایع آبان ماه گذشته و کشتار مردم بی‌دفاع در ایران بود. بنابراین اگر در این قطعنامه راجع به اون موضوع صحبتی نشده به خاطر این است که قطعنامه در کمیته سوم پیش از این فجایع به تصویب رسیده بود، به همون صورت اومد به مجمع عمومی. دومی که همونطور که همکارتون گفتن، این قطعنامه به پیشنهاد کانادا داده شده. چرا؟ به خاطر اینکه این قطعنامه 16 سال است که در ارتباط با قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگار و فوتوگراف ایرانی کانادایی، و به خاطر نقض قولی که مقامات جمهوری اسلامی به دولت کانادا داده بودند. نخست این که جسد زهرا کاظمی رو به درخواست پسرش، چون من هم وکیلش بودم و در این جریان این تعهد جمهوری اسلامی بودم، به کانادا فرستاده بشه. دوم این که عاملان و آمران بازداشت و شکنجه منتهی به قتل او محاکمه بشن و در صدر اونها سعید مرتضوی که اون موقع میدونید داستان انقلاب بود. و چون هیچ کدوم این تعهدات جمهوری اسلامی عمل نکرد، این است که هر ساله دولت کانادا قطعنامه‌ای رو به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم میکنه و از اون طریق وضعیت کلی حقوق بشر در ایران رو با توجه به گزارشگری ویژه مورد رسیدگی قرار میده و هر ساله هم با اکثریت بزرگی ابتدا در کمیته سوم و بعد در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب میرسه. این قطعنامه ها چه تغییری ایجاد میکنن در شرایط موجود؟ این قطعنامه ها چهره واقعی جمهوری اسلامی رو به جامعه بین‌المللی نشون میده. یعنی برخلاف اینکه سخنگوی وزارت خارجه مطابق معمول با فرافکنی، با گفتن حرفهای بزرگ از نوع اینکه در ایران مردم سالاری دینی هست، همین کسی هم میگه مردم سالاری دینی یعنی اینکه دموکراسی نیست. یک. دوم اینکه با وجود این همه در حال دروغ پردازی ها، ببینید الان جمهوری اسلامی در جامعه بین‌المللی معرفی شده به عنوان یک دولت یاغی. دولت‌های دیگه حتی از جمهوری اسلامی به عنوان دولت تروریست یاد می‌کنن. چرا؟ به لحاظ صدور همین قطعنامه‌ها. وقتی که طی 4 دهه مجامع بین‌المللی، شورای حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر گذشته، مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه‌های متوالی از جمهوری اسلامی بخواهند که از نقض مستمر و فاحش حقوق بشر خودداری بکنه، حقوق اقلیت‌های قومی مذهبی رو، زنان رو به رسمیت بشناسه، از شکنجه، از بازداشت‌های خودسرانه، از اعدام دست برداره و همچنان به این رویه ادامه میده، بنابراین این یک دولتی است که همونطور که خدمتتون عرض کردم نسبت به اصول و مقررات جهان شمول سازمان ملل یاغیه و بنابراین دولت یاغی رو باید در جامعه به جامعه جهانی معرفی کرد و در نهادهای بین‌المللی محکوم. عبدالکریم لاهیجی بود، رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر. یک مقام ایرانی میگوید کانال تجاری ایران و سوئیس برای واردات دارو و غذا در آینده بسیار نزدیک آغاز به کار میکند. به گفته رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، این کانال در دور قبلی تحریم های آمریکا ایجاد شده و سوئیس مجوز لازم را از وزارت دارایی آمریکا گرفته. فریال مصطفی گفته این موضوع مانند اینستکس نیست که با بد
قولی اروپایی ها ملغا شود چون ساختار آن فراهم است. دادستان کل ایران میگوید دادگاه دستگیر شدگان اعتراض‌های آبان ماه هفته آینده آغاز می‌شود. محمد جعفر منتظری گفته کیفرخواست بسیاری از آنها صادر شده و بعضی هم با قرارهای محدود و بعضاً بدون قرار آزاد شدند. او همچنین گفت تعداد کشته شدگان پس از بررسی کامل و تفکیک آنها اعلام خواهد شد. عفو بین‌الملل اعلام کرده دست کم 304 نفر در اعتراضات آبان کشته شدند. مجلس نمایندگان آمریکا پس از حدود 3 ماه تحقیقات جنجالی استیضاح دونالد ترامپ را تصویب کرد. آقای ترامپ سومین رئیس جمهوری در تاریخ آمریکا است که استیضاح می شود. کاخ سفید رأی دموکرات ها علیه آقای ترامپ را شرم‌آور خواند و گفت او مطمئن است در سنا تبرئه خواهد شد. کامبیز فتاحی گزارش می دهد. رأی اکثریت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح دونالد ترامپ. شب گذشته استیضاح یک رئیس جمهوری جنجالی از حزب جمهوری خواه توسط دموکرات ها بنابر 2 اتهام سوء استفاده از قدرت برای منافع شخصی و کارشکنی در تحقیقات کنگره. این واقعه کم سابقه در عرصه سیاسی آمریکا در ابتدا نسبتاً آرام شروع شد با دعا و نیایش در صحن مجلس نمایندگان. Give them wisdom and discernment. حملات متقابل حزبی دو طرف اما خیلی زود شروع شد. اگر وقتی رئیس جمهور امنیت ملی ما را به خطر می اندازد و از دولت فدرال برای منافع شخصیش استفاده می کند قابل استیضاح نیست، چه چیزی قابل استیضاح است؟ ما امروز رئیس جمهوری داریم که فکر می‌کند پادشاه و بالاتر از قانون است. و این پاسخ جمهوری خواهان. این یه استیضاح ساختگیه که هزینه‌اش رو مردمی میدن که میخوان ما معطل این نزاع‌ها نشیم. هیچ مدرکی وجود نداره که رئیس جمهوری مرتکب خلاف قابل استیضاح شده باشه. از آخرین باری که یک رئیس جمهوری آمریکا استیضاح شد 20 سال می‌گذرد. استیضاح بیل کلینتون به خاطر دروغ گفتن درباره رابطه جنسیش با یک کارآموز کاخ سفید. بیش از یک قرن پیش از او هم اندرو جانسون استیضاح شده بود. تاریخ حالا برای بار سوم تکرار می‌شود. تصویب طرح استیضاح در مجلس نمایندگان آمریکا قابل پیش بینی اما تاریخی بوده. با این رأی دونالد ترامپ از 45مین رئیس جمهوری آمریکا حالا رکورد دیگری رو هم به نام خودش ثبت کرده و اون 3مین رئیس جمهوری استیضاح شده در تاریخ این کشور هست. رکوردی که شاید هیچ رئیس جمهوری از ثبت شدن به نامش چندان راضی نباشه. آقای ترامپ دیروز حین رأی‌گیری در واشنگتن نبود. او به ایالت میشیگان سفر کرده بود تا در جمع هوادارانش سخنرانی کند. هوادارانی که محکم پشت سر او ایستادند. اینطور به نظر نمیاد که ما اصلا استیضاح شدیم. وضع کشور از همیشه بهتر شده. ما کار خلافی نکردیم، دست به خلافی نزدیم. از حمایت عظیمی هم در حزب جمهوری‌خواه برخورداریم که هرگز در گذشته نداشتیم. کسی تا به حال از یک چنین حمایتی برخوردار نبوده. انتظار می‌رود که پرونده استیضاح آقای ترامپ به زودی به مجلس سنا فرستاده شود. رکن دیگر کنگره که در دست جمهوری خواهان است. متحدانی که از همین حالا صراحتاً می‌گویند به تبرئه دونالد ترامپ از اتهامات رأی خواهند داد. کامبیز فتاحی، بی بی سی، واشنگتن. بهمن کلباسی خبرنگارمون از نیویورک با ماست. بهمن اولی خود توضیح بده که این معنای رأی دیشب چیه الان؟ بازن نمادین بسیار مهمه، در واقع تنبیه یک رئیس جمهور هست که نمونهش فقط 3 بار در تاریخ 240 ساله آمریکا رخ داده و کمتر شده که مجالس نمایندگان در دوره‌های قبل نزدیک بشن حتی به این نقطه که یک رئیس جمهور رو استیضاح بکنن. 229 رأی در یه مورد، 230 رأی از 435 نماینده رأی دادن به این دو لایحه استیضاح و به تبع به خاطر همین که در طول تاریخ آمریکا خیلی کم رخ داده، صفحه اول تمام روزنامه‌های آمریکا است امروز، از شرق تا غرب، از نیویورک تایمز گرفته تا
واشنگتن پست تا وال استریت جورنال، روزنامه‌های دستراسی دست چپی، همه اونهایی که اخبار آمریکا رو منتشر می‌کنن آقای ترامپ صفحه اول هست. حتی اونهایی که طرفدار آقای ترامپ هم هستن، البته با حمله به خانم پلوسین رئیس مجلس نمایندگان، ولی باز هم خبر اول رسانه هاست و این حدس و گمان که چه تأثیری خواهد گذاشت بر انتخاباتی که 10 ماه باش فاصله داریم، آیا باعث ریزش آرای آقای ترامپ خواهد شد، به علاوه این که سوال اساسی که اساساً ممکن است این رأی استیضاح منجر به برکناری او در مجلس سنا بشه یا نه. و شانس این که سنا رأی بده به این استیضاح به نظر خیلی پایین میاد. خیلی پایینه به خاطر اینکه جمهوری‌خواهان نه تنها اونجا اکثریت رو دارن، ولی حتی اگر اقلیت رو هم داشتن، برای برکناری شما به 2/3 آرا نیاز دارید. یعنی از 100 سناتور 67 سناتور باید رأی میدادن که او برکنار بشه. حتی در اقلیت هم دموکرات‌ها به 67 رأی بعید بود برسن. ولی سوال‌های دیگری هم مطرحه، از جمله اینکه آیا ممکن است که دموکرات‌ها از حربه‌های آیین‌نامه‌ای استفاده کنند و اساساً جلوی این رأی‌گیری در مجلس سنا رو بگیرن یا به تأخیرش بندازن. این رو رئیس مجلس نمایندگان خانم پلوسی دیشب به عنوان یک گزینه مطرح کرد، گفت ما عجله نداریم این دو مصوبه استیضاح رو بفرستیم به مجلس سنا مگر اینکه مطمئن بشیم در مجلس سنا از دید او البته عادلانه یک محاکمه برگزار میشه. عادلانه اینجا به این معناست که شاهدانی که نزدیک هستن به رئیس جمهور، مخصوصا رئیس دفترش و آقای بولتون مشاور سابق امنیت ملی، بیان در مجلس سنا شهادت بدن. جمهوری خواهان در مجلس سنا گفتن هیچ علاقه به این که شاهد بیانن و این داستان ادامه پیدا بکنه ندارن، میخوان سریع رأی‌گیری بکنن و آقای ترامپ رو تبرئه بکنن. دموکرات‌ها حالا دارن به این فکر میکنن که از این حرب استفاده کنن و یک استیضاح بدون تبرئه ایجاد بکنن، یعنی به برکناری منجر نشه، ولی آقای ترامپ هم نتونه از مجلس سنا یک رأی نهایی تبرئه بگیره. بعد دید که واقعا این چقدر میتونن تأخیر ایجاد کنن در فرستادن این لوایح استیضاح، یا اینکه آیا ممکنه اساسا نفرستن یا نه. متشکرم از تو بهمن کلبسی در نیویورک. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. پارلمان اروپا نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد و خواهان تحقیقات جامع و فوری درباره سرکوب خشن اعتراضات شد. مجلس نمایندگان آمریکا استیضاح دونالد ترامپ را به اتهام سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در کار کنگره تصویب کرد. در ادامه برنامه، تشویق مهاجران سوری دانمارک به مهاجرت معکوس. یک هفته بعد از پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات بریتانیا، ملکه امروز مجلس جدید را افتتاح کرد. او در مراسمی گفت دولت تا 31 ژانویه یعنی 6 هفته دیگر مراحل قانونی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تکمیل خواهد کرد. حزب محافظه‌کار به رهبری بوریس جانسون نخست وزیر با این وعده در انتخابات پیروز شد که خروج از اتحادیه اروپا را به انجام برساند. کسرا ناجی از مقابل پارلمان بریتانیا در لندن با ماست. کسرا، در مورد صحبت‌های ملکه در افتتاحیه پارلمان بهمون بگو. اینجا ملکه حدود چند ساعت پیش صحبت کرد، این دومین صحبتش بود ظرف 8 هفته گذشته اینجا. اگه خاطرتون باشه وقتی که بوریس جانسون جانشین تریزا می نخست وزیر شد، اون موقع ملکه اینجا برنامه دولت جدید بوریس جانسون را اعلام کرد، اما دولت بوریس جانسون دوامی پیدا نکرد. هفته گذشته همونطوری که گفتید انتخاباتی برگزار شد، بوریس جانسون این بار با اکثریت بزرگی دوباره به قدرت برگشت و امروز ملکه اینجا در این هوای بارانی به مجلس اعیان آمد که همین ساختمانی که پشت منه، و اینجا سخنانی ایراد کرد. مهمترین نکته اینه که قول داد که دولت منصوبش تا پایان ماه ژانویه، حدود 6 هفته دیگه، کار تصویب لایحه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو به سرانجام برسونه، که معنیش اینه که از 31 ژانویه 2020 یک دوران گذار 1 ساله خواهیم داشت که در این دوران گذار
بریتانیا و اتحادیه اروپا مذاکرات تجاریشون را آغاز خواهند کرد، روابط تجاری آینده دو کشور، و بعدش هم ظرف یک سال بریتانیا احتمالاً خارج میشه. میگم احتمالاً به خاطر اینکه ممکنه به توافق تجاری نرسن، اون موقع دوباره این مشکل ممکنه پیش بیاد که بریتانیا بدون هیچ گونه توافقی، بدون توافق تجاری از اتحادیه اروپا خارج بشه. جدا از خروج کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا که قول اصلی آقای جانسون بود، پیش روی او چه چالش های دیگری وجود داره؟ شاید مهمترین چالش، چالش اسکاتلند و تقاضای اسکاتلند برای برگزاری رفراندوم دومی برای جدایی از بریتانیا. خاطرتون هست چند سال پیش اسکاتلند رفراندومی برگزار کرد، با اکثریت ناچیزی این رفراندوم جدایی شکست خورد و اسکاتلند در بریتانیا باقی ماند. حالا حزب ملی اسکاتلند که اکثریت قریب به اتفاق کرسی‌های اسکاتلند رو به دست آورده، دوباره حالا سعی داره که یک رفراندوم دومی برگزار کنه. همین امروز نیکولا استرجن رهبر این حزب رسما از بوریس جانسون خواست که مذاکرات برای برگزاری رفراندوم دوم رو آغاز کنن، و این چیزی است که بوریس جانسون میخواد مقاومت کنه اگر بتونه، وگرنه رفراندوم دومی برگزار میشه و شاید اسکاتلند که میخواد در اتحادیه اروپا بمانه از بریتانیا جدا بشه. متشکرم ازت کسرا ناجی از مقابل پارلمان بریتانیا در مرکز لندن. سازمان هواشناسی ایران میگوید آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و بزرگ و استان تهران تا هفته آینده ادامه خواهد داشت. این سازمان هشدار داده اگر آلاینده های شهری کاهش نیابد، احتمال رسیدن آلودگی هوا به حد ناسالم برای همه گروه ها هست. در هفته های گذشته آلودگی هوا زندگی مردم را در بسیاری از شهرهای ایران مختل کرده و جان و سلامت بسیاری از مردم را به خطر انداخته. از دکتر حامد صالحی درباره تاثیرات آلودگی هوا بر سلامت مردم پرسیدم. میتونیم تقسیم بکنیم به دو دسته جسمی و روحی. تأثیرات جسمی روی در واقع سیستم تنفسی هست، باعث بیماری های مثل آسم، آمفیزم، بیماری های مزمن انسدادی ریه در کودکان، باعث اختلالات تنفسی حاد میشه، باعث آسیب های قلبی میشه، قلبی عروقی میشه، تأثیر منفی بر پوست خواهد گذاشت، باعث اختلالات تناسلی میشه و در واقع چیزهای جزئی مثل سوزش چشم، سوزش گلو، بینی رو باعث میشه. اگه سوال بکنیم که چرا، دلیل مختلف خواهد داشت. برای سیستم تنفسی و قلبی، بدن برای جذب اکسیژن احتیاج داره که فشار بیشتری به خودش بیاره و این باعث تأثیر منفی روی این سیستم ها میشه، باعث از بین رفتن سلول های سالم میشه، باعث میشه که در واقع شانس سرطان ریه رو بالا ببره. از نظر اختلال ذهنی، چیزهای بسیار ساده مثل سردرد، کم حوصلگی، گاهن باعث کاهش تمرکز، کاهش هوش، و این بیشتر به خاطر سوالی که پیش میاد آقای دکتر، اینی که یک در مقطعی انجام میشه و هر سال در یک زمان خاصی آلودگی هوا خیلی میره بالا، آیا در همین زمان کوتاه هم همه این آسیب ها؟ خیلی سوال خوبیه. چقدر تأثیر میکنه به عوامل مختلف بستگی داره. به اون مدت زمانی که شما در معرض اون قرار میگیرید، به سنتون، به اون بیماری زمینه‌ای که امکان داره داشته باشید و به سلامت جسمی عمومیتون ربط میتونه داشته باشه. منتها مثلا که چیکار میشه کرد؟ مسلما یه بخشیش کارهای زیربناییه که در واقع باید دولت انجام بده، از رد خارج کردن ماشینایی که الان داره کار میکنه، سیستم های اینا واسه دراز مدته، سیستم حمل و نقل عمومی باید اصلاح بشه. قرار بود که ماشینای اتوبوس همه فیلتر بخوره که در واقع به خاطر هزینه خیلی زیادش که بود 100 میلیون تومان بوده، فقط 20 تاشون انجام شده. و کوتاه مدت دولت کاری که میتونه بکنه کاری که داره میکنه، مدارس رو ببنده و در واقع که اینا کوتاه مدت. مردم چه کار میتونن بکنن؟ بسیار سوال خوبیه. مسلما اون کاری که الان میشه کرد اینه که آسیب رو به کمترین حد ممکن رسون. از خونه بیرون نیان اگر ضروری نیست، اگر میخوان بیان
عصر بیان بیرون، از ماسک استفاده بکنن، اون رژیم غذاییشون رو خیلی بهتر بکنن، سبزیجات، میوه‌جات، آب و ورزش که سلامتی عمومیشون بره بالا. منظورتون از سبزیجاتون یعنی گوشت کمتری مصرف کنن؟ مسلما گوشت بخش مهمی از یک رژیم غذایی مون تا این ثابت شده که سبزیجات و میوه‌جات اثر آنتی اکسیدان دارن که میتونن آسیب‌های منفی بر سلول‌های بدن کم بکنن. آب هم باید خیلی زیاد بخورن. دکتر حامد صالحی بود. 5 سال از اوج بحران مهاجرت در اروپا می‌گذرد. حالا دانمارک به مهاجران سوری پول می‌دهد تا به کشورشون برگردند. در سالهای اخیر 20,000 مهاجر سوریه به دانمارک رفتند. حالا دانمارک میگوید اگر این مهاجران بپذیرند به کشورشان برگردند، علاوه بر پرداخت هزینه سفر آنها، به هر نفر هزاران دلار کمک میکند تا زندگیش را در وطن خودش از نو بسازد. دیمین گراماتیکاس گزارش میدهد. یک کافه دنج در کوپنهاگ. مهند اولابی امسال از سوریه به اینجا فرار کرده. دانشجوی فیلمسازی که سعی داشت سوء استفاده های حکومت را ثبت کند. برای این کار به زندان افتاد و شکنجه شد. بعد او را پشت زندان دمشق رها کردند تا بمیرد. هنوز به خاطر چیزایی که سرم اومده کابوس میبینم. در دانمارک احساس امنیت و تعلق میکنی؟ متاسفانه نه، ناامید کننده است. همیشه این تصور مثبت رو از کشورهای اسکاندیناوی داشتم، ولی حالا میبینم که این 100% درست نیست. بسیاری از پناهجویان، از جمله آنهایی که از این خیریه کمک می‌گیرند، در دانمارک احساس پذیرفته شدن نمی‌کنند. اغلب به آنها اجازه اقامت موقت داده می‌شود، حتی به پناهجوهای واقعی. می‌خواهند تعدادشان را کم کنند. بعضی از سیاستمدارها به مردم گفتند که منابعمون رو به کاهشه و این پناهجوها دارن جامعه‌مون رو نابود می‌کنند. من صدها پناهجو رو می‌شناسم و می‌دونم که این درست نیست. حالا دانمارک به پناهجوها پول می‌دهد تا به کشورشان بازگردند. اگر قبول کنند که بروند، به هر فرد بالغ هزینه بازگشت به اضافه 20,000 دلار داده می‌شود. دانمارک میگه اگر سوریه‌ای‌ها اینجا رو دوست ندارن، هزینه سفر، خونه، درمان و تحصیلشون رو میده که برگردن. اما بحث اینه که آیا دانمارک باید مردم رو به کشوری برگردونه که هنوز جنگ توش در جریانه؟ منال تهان یکی از چندین نفری است که به سوریه بازگشته. او 5 سال پیش زندگیش را برای عبور از دریای مدیترانه به خطر انداخت. او و فرزندانش میگویند که زندگی در دمشق و در کنار خانواده بهتر از زندگی در دانمارک است، هرچند که جنگ ادامه دارد. او میگوید که در دمشق امنیت دارد. این در حالی است که دانمارک وضعیت بازگشته‌ها را پیگیری نمی‌کند و تضمینی در مورد امنیتشان نمی‌دهد. دولت چپ میانه دانمارک این برنامه را پیش می‌برد، چون می‌ترسد که رای دهندگان سنتی‌اش به احزاب ضد مهاجرت بپیوندند. در کشوری که تحصیل در اون رایگان و مزایای سخاوتمندانه هست و مالیات زیادی پرداخت میشه، باید در مورد اینکه چه کسی به این کشور میاد سختگیری کنید. در این حال کشورها وظیفه دارند که به افراد در معرض خطر پناهندگی بدهند. برای احمد بکیر 9 سال طول کشید تا بتواند اجازه اقامت دائم بگیرد. کار سختی بود، اما میگوید که زندگیش را ساخته و پولی که پیشنهاد میدهند او را به رفتن ترغیب نمیکنند. کسانی که میروند اگر نظرشان عوض شد میتوانند درخواست بازگشت بدهند. باید در عرض 12 ماه این کار را بکنند و تمام پولها را پس بدهند. اما آیا حاضرند به جای برگردند که در آن احساس پذیرفته شدن نمیکنند؟ دیمی گراماتیکوس، BBC نیوز، کوپنهاگن. می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون از همراهی شما با BBC فارسی.